مسافت دوره، اما قلبه های دوتا مردم به هم نزدیک. یکی از مسئولیت هایی که امروز نمایندگی ما در جلال آباد داره با توجه به اینکه یک سرکنسول قوی انقلابی علاقمند هم داشتیم، برای این هست که بتوانیم تعاملات و تعاطف بین دو تا ملت رو، مردم استان و استانهای همکوار رو با کشور ما، اینها رو تقویت کنیم و اضافه کنیم. بنای ما این هست، چابهار رو ما باید سرمایه‌گذاریمون رو افزایش بدیم، ظرفیت این منطقه افزایش پیدا کنه. حقیقتاً یکی از اهداف مربوط به احداث چابهار مربوط به افغانستان بود. افغانستان همونطوری که گفته شد محصول به خوشی است، باید به آب‌های آزاد بین‌المللی راه پیدا کنه. چابهار موقعیتش بهترین است، هم به شرق آسیا، هم به سمت اروپا، افریقا، به سمت دریای مدیترانه، این بهترین فضا. خوشبختانه یکی دو ماه قبل جناب آقای عزیزی وزیر تجارت آمد، در سه چهار روزی ایشون در مرز آمدن، کل مردم دیدن، بعد رفتن در چابهار، اونجا هم یک روزی بودن، برداشت خوبی صورت گرفت. الان داریم با وزارت تجارت در این مسئله هم همراهی میکنیم. در مثلا این معادن ما به طور جدی میخواهیم وارد شویم، نه اینکه معادن از اینجا استخراج شود و فقط مواد خامش برود. به مقتضایی که اینجا انرژی و برق میتواند ایجاد کرد، اینجا بشود تولیدات مثل گالونلس و کلسانت و اینا در همینجا تولید میشه. هم الان ما شرکت کردیم در معادن و آمادگی داریم به اینکه سرمایه‌گذاری خوبی انجام بدیم. اما در مسئله لنگرها و جلال آباد، خوشبختانه الان گفته می شود که فرودگاه داره راه اندازی می شود و ما همینجا بیایم تصمیم بگیریم به اینکه تلاش کنیم که خط پروازی خودمون رو بین جلال آباد و ایران ایجاد کنیم. این کار رو انجام خواهیم داد. آقای سرقنسول ما اینجا هستن، من همینجا بهشون اعلام میکنم هر تاجری که 15 دلار تجارت کرد ویزای موتیپل بهشون بدن. یعنی در مسئله ویزا ما هیچ گونه نباید مشکلی برای تجار ایجاد بشه. من اما بر حسب شواهدی که مثلا سطح منصوبه افغانستان در اختیار داره، رشد گراف بیماری شکر تحصیبان در طولتهای نزیر به طور عموم در سطح منصوبه افغانستان تا رو به تصاید هست و عزیزان ما برای درکی بیماری معمولا یا مجبور بودن به از کشور سفر و هیچ مقیم دیر نیست. کشور همسایه اسلامی ایران شریک تجاری منطقه افغانستان است و ما بیشتر از همه کس کاروبار و تجارت ما امروز در بخش واردات و صادرات بیشتر مارکت ما را 60% بیشتر کس تولیدات ایران کس کار کرده است و ما الحمدلله تجارت خوبی با ایران داریم. ولی مشکلاتی که ما در بعض مسائل داریم میخواییم که جناب رومی صاحب حضور شما عرض کنیم. یکیست که ما متاسفانه در مورد انتقال پول ما سیستم بانکی نداریم. زعما و امارت اسلامی هم حضور دارند، جناب شما هم حضور دارید. در این مورد اگر با ما همکاری شود که ما بتانیم
مانند دیگر کشورها که ما در این مورد انتقال پول بر ما سهولت است، آرزو داریم که در ایران هم و در افغانستان هم کس یک شاخچه بانک تا شود. در قدم دوم شما میدانید جناب کمیسر وزیرین که افغانستان مهار از در یک ساحه خوش، متاسفانه ما بر بحر را نداریم و راه و مسیر صادرات و واردات ما کس بندر کراچی است و فعلا کس بندر عباس و خوشبختانه که از سالهای این طرف کس برا ما کس یک نوید و مجده و یک چراغ سبز بندر چابهار بود که 700 کیلومتر از ولایت نیمروز فاصله دارد، ولی با تاسف آن تعهداتی که دولت اسلامی ایران و دولت هند در مورد بندر چابهار با تاجران و سکتور خصوصی افغانستان کرده که فعلا ما 33% بیشتر که سرمایه گذاری در بندر چابهار کس سکتور خصوصی و تاجران افغانستان درست دارد، ولی ما قبلن هم جناب مومن صاحب و متاسفانه ظرفیت سازی و در بخش زیربنا وجود ندارد و او تعهداتی که باید با امرای تجارت در تایی 10 یا 15 سال قبل باید صورت میگیریم متاسفانه صورت نگرفته. فعلا هم کس ما اقتصادی چی رقم بتانیم با هم مشترکات اقتصادی ما نزدیک شد، طوری که شما فرمودین در مقام ولایت محترم با پروینس به محترم والی ولایت ننگرهار با حضور رئیس ارتباط خارجی ولایت ننگرهار شما فرمودین که ما میخوایم که محصولات زراعتی را از شما بخریم. ما از همه فردا حاضر هستیم، هر فرمایش که شما در بخش باغداری بدین مطابق تجارت و سرمایه گذاری حاضر هستیم. هر چی پیداوار زراعتی ننگرهار که به نفع و ضرورت مورد نیاز کشور ایران باشد ما حاضر هستیم که به شما صادرات داشته باشیم، ولی با شرطی که محصولات زراعتی ما از محصول شما با او تعرفه بلندی که وجود داره باید برای ما تعرفه ترجیحی داده شود. اتاق تجارت و همه سکتور خصوصی افغانستان دو چیزی که ما با ایران داریم، زبان مشترک، دین مشترک و بسیار مشترکات دیگه هم داریم. ما با شما کار با ما بسیار ساده است. تجارت ما فعلا در حال پیشروی است و شما خبر دارید که چند پیش پروژه ترن یا پروژه خط ریل ما تازه به کار آغاز شده و می خواهیم که از این پروژه ما بهره برداری زیاد بکنیم. ببینیم و این پروژه شما با ایران باید اکتفا نکنه، این پروژه باید سرتاسری افغانستان شود. با کمک شما ما حاضر هستیم که دیگر همراهتان کمک و همکاری کنیم. فعلا خوشبختانه مبادلات تجارتی با کشور ایران تقریبا در حدود 1 میلیارد و 500 میلیون است. ما می خواهیم که به 30 میلیارد برسد واردات ما، ولی در متقابلا ما توجه داریم که صادرات ما به شما در حدود 30 میلیون دلار است. ما میخوایم که درباره صادرات ما یک کوشش و همکاری شما را میخوایم. هم به سر کنسول صاحبی که شما گفتین انقلابی مثلا جمعیت انقلابی عمل کنه، همین جامعه ما باید همکاری خاص بکنه. ما میخوایم که سطح صادرات ما هم به کشور شما اضافه شود، ولی باز اصل میشه که ما شما با هم همسایه هم هستیم و نیکس با ما ایران دک میکنیم که همسایه اینی از صد خشوانده پیش هستن. شما برای ما پیش هستیم تقریبا در حدود یک اضافه از 1 میلیون یا 2 میلیون مهاجر در اونجا هستن. مهاجر ما اونجا کمایی میکنه، پول پیدا میکنه، در اقتصاد افغانستان مستقیم دخیل است. تاسو ټول ته دلته ښه راغلاست او هرکلی وایم. دا چې زمونږ دا غټه رغټه پیدا د افغانستان لپاره او د ننګرهار لپاره د ټول لغمان لپاره کونړ لپاره مخې پاتې شکر مرز لپاره ایران ته تلو پاکستان ته تلو منډې او رامنډې په مولي او دا د ننګرهار لپاره خصوصا د افغانانو لپاره دا ډېره غټه پیدا ده چې دلته دا جوړ کړی شو او والا د نور هم دغسې توفیق ورکړي چې نور شعر هم داسې جوړ کړی شي. دغه روغتون پوه شي د ایران دخوا نه جوړ شوی دی. الله تعالی دې وکړي چې دغسې روغتونونه نور هم جوړ شي، دغسې خدمات نور هم
مونږ ته وړاندې شي. خلک د ننګرهار خلک عاجزه دي، غریب دي، وس نه لري، توان نه لري چې دا وړه واخلي غوړي واخلي. مرستیا د روغتیا څنګه علاج خپل وس هم نه کیږي چې مریض مونږ پېښور ته ویسي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.